خانم ها، آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. ما در چهارمین دهه از حکومت ملاها و آخوندها هستیم. در این چهار دهه خونبار و پر از جنایت و سبوییت، همه ما شاهد بودیم که هر بار که روزخانها و ملاها دست به یه جنایتی می زدن، بلافاصله چند روز بعدش یه جنایت مهلکتر از جنایت اولی رو صورت می دادن تا صورت مسئله اولی رو پاک کرده باشن، و به قدری در این کار اینا افراط کردن که الان تمام این وسایل مجازی مثل توییتر، مثل یوتیوب، تمام اینا، حالا اسم یکی نمیخوام ببرم، و جوونا و مردان و زنانی که با این به اصطلاح کارا ارتباط دارن، دست اینا رو رو کردن و به این موارد اشاره میکنن. همین راه دور نمیریم. یک ماه و نیم پیش بود، میدونید همه شما، در 100 شهر ایران یک قیام عمومی صورت گرفت. یعنی هر دولتی در هر کجای دنیا اگر بود، این خیزش مردمی یه زنگ خطری براش بود. تمام شهرهای ایران، تقریبا شهرهای عمده ایران، بر علیه ملاها و روزخانها قیام کردند و ریختن تو خیابونها، طوری که رژیم در ابتدا به قدری جا خورد که نمیتونست عکس العمل نشون بده، و دلیلش هم این بود که نزدیک سالگرد انقلاب شکوهمند آخوندی بودن. ولی بعد از این که رهبر چاقوکشان جهان آمد و بالاخره خواست در مورد این قیام مردمی صحبت بکنه، اون اراجیف قبلی رو که اینا وابسته بودن، یک دولت خرپول پولش داده، صهیونیستا و آمریکایی، یعنی چیزایی که دشمن، چیزایی که مردم ما به قول دوستان فوت آبن، بعدم خیال کرد با این حرفش میلیون ها نفر امت حزب الله در سراسر جهان و ایران اون حرفا رو باور کردن. ولی البته اگه از من میپرسید، خود این مرده که رهبر چاقوکشان میدونه، تازه اونایی هم که اون زیر منبر میشینن و جلوش میشینن و عراض لوباش، اونا هم زیاد این حرفا رو قبول ندارن، منتها اونا جیره خارن، اونا وابستن، اونا بیشترشون در لباس طرفداری از دین و به خصوص این مردک کاری میکنن که او فکر کنه همه اینا طرفدارشن، تازه اونایی که اونجا هستن. اینی که هی هر بار هم خودش هم دستگاه سرکوبش که به اسم قوه قضاییه است، هم جلاداش که در سپاه هستن و بسیج هستن و در سایر دستگاه آدمکشی، اینا شروع میکنن توجیه کردن اراجیف مقام عظما، رهبر چاقوکشان جهان. خب شما دیدید بعد از این وقایع قیام مردم، شروع کردن یه عده زیادی رو گرفتن. اولا در چند شهر مردم رو کشتن و رفتن به خانواده ها گفتن صداشو مطلقا در نیار. هیچ آماری هم راجع به این مسائل ندادن.
اون طویله مجلس هم که یه عده توشن که مثل بز اخفش میمونن، کاره نیستن، کاره نیستن، اینا نوکرهای خود اینا هستن، شکنجگرها، بازجوها، عوامل سپاه، بسیج، که بعد از یه مدت یه لباس شخصی تنشون میکنن میفرستنشون تو اون طویله، یه حقوقی بهشون میدن که بدونن این دور تسلسل غلط در جمهوری اسلامی برقراره. اول تو زندان ها مردم رو شکنجه میدن، کتک میزنن، میکشن، بعد میرن یه مدتی خانه نشین میشن با حقوق و مزایای کلی، بعد اینا رو میبرن یا انجمن شهر یا میبرن مجلس طویله شورای اسلامی و یا جاهای دیگه، فرماندار و نمیدونم استاندار، اینجور کار، که اینا دلگرم باشن، اینا بیشتر به این رژیم جبار و خائن به حتی عقاید اونا کمک بکنه. حالا کار نداریم. شما میبینید که بلافاصله بعد از اینکه اون به اصطلاح خیزش بزرگ مردمی با سبویت تمام سرکوب شد، عده زیادی رو که باز رقمی ندادن دستگیر کردن، بردن زندان ها. تمام زندان ها تقریبا پر شد، زندان های جدید ایجاد کردن، بعدم شروع کردن اینا رو کشتن در زندان ها. یعنی حیواناتی که حیوان، حیف حیوان، آدم های سبایی که یه اسیر بی اسلحه بدون هیچ امیدی رو تو زندان میگیرن، میبرنش توی اتاق آویزونش میکنن، بعد فیلم میگیرن، این فیلم رو میارن تو طویله مجلس و اونا میگن نه خیر آقا خودکشی کرده. الان میخونم گزارش کمیته بررسی خودکشی ها در زندان در مجلس شورای اسلامی، یعنی همون طویله خودمون، گفتن که تحقیقات دقیق نمایندگان مردم نشون داد که این کسانی که در اونجا خودکشی کردن، دست خودشون دست به خودکشی زدن و هیچ عامل دیگه‌ای در این جریان دخالت نداشت. حالا میخونم براتون موقعش. خب این وقایع تموم نشده، جریان دستگیری جاسوسان آوردن جلو برای اینکه یه طورایی اون رو خونسا کنن. بعد از اون جریان خیزش بزرگ مردم ایران، جریان نهم دی بود دیگه، اینا توقعشون این بود که یک نمایش بزرگ میلیونی در سراسر ایران برگزار بکنن. دیدید که امیر براتون پخش کرد، هفته گذشته بود در اصفهان حدود 1000 نفر رو تونستن بسیج کنن. اون کسی که توی اتومبیل نشسته بود و از میکروفون و بلنگوی اون اتومبیل استفاده میکرد، هی شعار میداد الله اکبر، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. مردم اصلا جوابش نمیدادن. در بعضی از شهران به قول بعضی نوشته های این وسایل مجازی، تعداد کلاغای رو آسمون بیشتر از این کسانی بودن که دورور انقلاب شکوهمند شعار میدادن به مناسبت سالروز انقلاب. بنابراین خب این خجلت و اینا باید چی کار میکردن؟ رهبر چاقوکشان از اونجا که با دماغ بالا صحبت میکنه و از اون بالا مردم رو نگاه میکنه، یه اعلامیه بسمه‌ای داد و تشکر کرد از حضور میلیونی مردم. این فقط وقاحت آخوندیه که میتونه تا این اندازه بروز کنه، خودشو نشون بده. تشکر کرد از اینکه میلیون ها نفر از مردم آمدن مشت محکم زدن تو دهان یاوه‌گویان و دشمنان و استکبار جهانی و صهیونیستا و تایید کردن انقلاب اسلامی رو. حالا خودش هم میدونه اینا این صحنه های شکوهمند سال روز انقلاب، نگاه کن تو رو خدا نگاه کن. نگاه
خب اینا صحنه‌ایه که شما مرتبا دیدید دیگه. چیکار میشه کرد؟ حالا این جریان تظاهرات مردم، خیزش مردم، قیام مردم، پشتش جریان افتضاح نوه دیما که اینا انتظار داشتن در دنیا با همه حقوق‌بازی‌هایی که کردن در تهران، در تهران آمدن متروها رو، گفتم براتون متروها رو آوردن جلوش درست اونجایی که تظاهرات شروع میشه، گفتن مترو دیگه جلوتر نمیره، اتوبوس ها هم تو مردم وادار کردن برن تو خیابونا، بعد اینا رو جا بزنن جزء طرفداران رژیم. بعدم خودتون میبینی دیگه، میدونی. حالا آمدن یه عده رو به اسم، بعد از این جریان به اسم جاسوس، از فعالین محیط زیست رو که مردم خیلی براشون اعتبار قائلن، اینا رو گرفتن بردن زیر شکنجه شدید و گفتن که اینا کسایی بودن که از دوربینایی که گذاشته بودن حیوانات رو به قول اینا رصد کنن، حیوانات رو کنترل بکنن، در بیابان ها، در کوه ها، در تپه ها، اونجا این دوربینا رصد میکرده موشک های ما رو. بعدم بسیاری از این جوان ها توی این وسایل ارتباط مجازی و حتی از این کسانی که در محیط زیست فعالیت میکنن گفتن آقا این دوربینا 50 متر فقط جلوترش رو میگیره، نه جای دیگر رو. بعد آمدن یه حادثه دیگه درست کردن، یعنی کاووس سید امامی رو کشتن، بعد گفتن خودش رو کشت، مثل اونا دیگه. و همه توجه از مسائل دیگه اومد توی این جنایت جدید که در زندان ایران انجام شده، در زندان اوین، و همه به فکر این که نکنه بقیه رو هم بکشن. هنوز اون جریان در فکر مردم بود و سر و صدا کرده بود و مردم دنبالش بودن، اومدن این جریان هواپیما رو درست کردن به طرف یاسوچ. و بعدا معلوم شد چند نفر از کسانی که در محیط زیست فعالیت میکردن تو این هواپیما بودن. حالا صحبت بر سر اینه نکنه این اتفاقا گرفتن این محیط زیستی ها و بیشترشون میدونن آدم های گردن کلفت، استاد دانشگاه، پروفسور بودن، در سطح جهانی هم شناخته شده بودن، و اینایی که تو این هواپیما بودن تعدادشون 10-12 نفر از محیط زیست بوده، یه توطئه سپاه پاسداران بوده برای نابودی اینا. حالا چرا؟ این چراهاش بعدا معلوم میشه. اینا دست رو کدوم منافع سپاه گذاشتن که اینا تصمیم گرفتن همه اینا رو قلقم کنن؟ هنوز این واقعه بین مردم بود، صحبت بود بر سر اینکه اینا ارزه ندارن، یه هواپیمایی که سقوط کرده از روسا کمک گرفتن، الان یه هیئت فرانسوی اومده، هنوز صحبت این حرفا بود. جریان دراویش آوردن وسط بدون اینکه اصلا هیچ مسئله باشه، رفتن تو خیابون پاسداران و یه عده از دراویشی که اصلا نه اهل زد و خورد و نه اهل چاقو کشی و اینا بودن، رفته بودن دورور منزل آقای تابنده، گفته بودن آقا اینا قصد دارن آقای تابنده رو دستگیر کنن. ریختن اول که این بسیجی را با موتور فرستادن، اینا هم واشتادن دیدن این موتوری ها میان اینا رو میزنن، زدن 50 تا موتور خراب کردن، 20 تا خراب نمیدونم که عکسش رو پخش کردن. بعد اومدن یه نفر از این آدمای اینا رو که میدونستن اگر بگیرن دراویش صبر نمیکنن، نمیان اعتراض نکنن، اومدن اعتراض کردن، گفتن آقا این آقا رو باید آزادش کنیم. اول گفتن چشم آزاد میکنیم، بعد حمله کردن، بعد چنون سبوعیتی نشون دادن. یه نفر هم آورد اومد با اتوبوس زد به اینو، گفتن این درویش بوده، این بهانه باید کشتار. عکسایی هست که نشون میده این دراویش و اینا چنون با سبوعیت زدن، ده ها نفر، صد ها نفر زخمی کردن و بعدم معلوم شده چند نفرشون کشته شدن، ولی تا به حال صداش در نیومد. اما اون سه تا پلیس و دو تا بسیجی که کشته شدن اینو کردن تو بوق تا میزان سبوعیت این اراذل اوباش، به قول اونا من میگم، یعنی درویشار نشون بده. به اینا میگن اراذل اوباش. نگاه کنی صحنه‌ایست از کتک زدن دراویش، نگاه کن. اینم صحنه دیگه.
بدبخت ها رو نگاه، همه آفرا مردن. خب سوال اینه امیران گرامی، تا کی مردم ما میتونن خونسردی خودشون رو حفظ بکنن؟ تا کی بایستی در زندان‌ها این بچه‌های ما که اسیر اینا هستن، فرق نمی‌کنه به کدوم جمعیتی وابستن، اینا همه بچه‌های ایرانن، اینا زیر فشار و شکنجه و آزار و حتی کشتن قرار بگیرن و هیچ کاری نکنن؟ بیرون بیان مردم رو کتک بزنن، یه عده از این وحشی‌های بسیجی و حزب اللهی و نیروی انتظامی و با چاقو و قمه و باتوم الکتریکی و هر چی که دستشون میرسه به مردم حمله کنن، بعد مردم واسه نگاه کنن. این حق طبیعی هر آدمی است که در برابر کسی که بهش حمله میکنه جواب شده، و از این به بعد هم اینطوری خواهد شد. من بهتون بگم، من مروج خشونت نیستم، ولی در برابر خشونت و سبویت نمیشه وایساد، باید جواب داد. و اینه که میبینید روز به روز اینا خشونت رو بیشتر میکنن. عکس العمل مردم هم نگاه کنید، مثل قوم بربر میمونن، حمله میکنن، همه رو میزنن و وحشیانه میزنن، یه طوری که اصلا نمیشه باور کرد. بعدم تو رو به خدا هی نگین که اینا فارسی حرف نمیزدن و یه جورایی مثل عربی حرف. نه آقا، من براتون بگم تو خود این ایرانیایی، اینایی که من میبینم وحشی تر از همه وحشی‌های دنیا وجود دارن، ما داریم خودمون رو تبرئه میکنیم. آقا اینا عربی حرف میزدن، نه خیر فارسی حرف میزنن همشون. این اراذل و باشه مال جمهوری اسلامی پرورش پیدا کرده، نگاه کنید چه جوری میزنن آدم‌ها رو، نگاه کن مثل که گوسفند جور جا به جا میکنه. نگاه کن. خب وقتی که اینا این سبایت رو به خرج میدن، مردم نمیتونن وایسن نگاه کنن، باید عکس العمل نشون بدن. منظورم اینه در ابتدای صحبتم که اینا هر روز و هر ساعت برای لوس کردن جنایت قبلی یه جنایت دیگه مرتکب میشه، و با این بحران هایی که به وجود آورد، چون اینا میگن ما در بحران، فکرشون اینه باید در بحران زندگی کنیم، هم مردم رو سر کار بذاریم و هم اینی که انقدر وقایع پشت هم دیگه اتفاق بیفته مردم گیجن دیگه، ندونن چه جوری اعتراض کنن. اینی که شما الان دیگه نمیتونی یاد اسم ببرین از زندانیانی که جونشون در خطره، زندانیانی که مورد ظلم قرار گرفتن، برای که خب میبینید الان جریان دراویش هست، سقوط هواپیما هست، جریان نمیدونم کسانی هستش که فعالیت محیط زیستی میکنن، قبل از اون تعداد بیشماری دستگیر شده های تظاهرات مردم بوده، کشتن اونا به اسم این که خودکشی کردن بوده، همه این وقایع داره پشت هم دیگه اتفاق میفته، حتی دنیا رو گیج کردن اینا، و بعدم حادثه سازی در منطقه. بعد با کمال وقاحت باز میان میگن کار دشمنه. اومدن این دراویش، این مردک منتظری، داستان کل ایران، که میدونید اینا مغزای گنجشکی، یه مش آخون در قوه قضاییه، این اژه‌ای، خود اون لاریجانی جانی، بقیه همه کارشون اینه که دستگاه سرکوب اینا شدن. یعنی اول پلیس مردم رو میزنه، بعد میده دست این روزخانه ها، و اینا شکنجه و آزار و کشتار و اینا رو اینا انجام میدن. یعنی هیچ جای دنیا شما نمیدید قوه قضاییه تبدیل بشه به یه قوه زجردهنده، تبعیض، بی‌عدالتی، دروغگویی و چپاول اموال مردم، وقتی رئیسش 63 تا حساب داره
و پولایی که مردم میذارن بابت ودیه که از زندان آزاد شدن نمیدونم این کارا رو بکنن، برمیداره بهره اینا رو میخوره، میگه با مقام ما، با نظر مقام معظم رهبری این کار کردن. خود اون مقام معظم رهبری مثل شما میمونه دیگه، اونم آخونده، اونم دروغگوه، اونم پول مردم خوره، منطقه یه جور دیگه در یه سطح بالاتر. این شرکت هواپیمایی آسمان، همینی که هواپیماش خورد زمین، حالا معلوم شده یه کمیسیونی قبلن، کمیسیون عمران در این تحویله مجلس تشکیل شده بوده که نماینده این شرکت آسمان که بعدم معلوم شده تای این شرکت میرسه به وزارت کار، اونجایی که اون مردک ربیعی یکی از اعضای ساوامای اینا وزیر کاره که در دولت آقای روحانی هم وزیر کار شده. خب این اولا که آقای ربیعی نیامده در جلسه، یک دو سه تا از دو تا دیگه از وزرا رفتن، بعد نماینده خلبان ها هم رفته اونجا. این نماینده خلبان ها گفته که آقا ما قبلا نامه هم نوشتیم و در حضور وزیر کارم صحبت کردیم. آقای وزیر کار اصلا اهمیت نداد بیان. خلبان ها گفتن اینا برای اینکه ما با این هواپیمای قراضه پرواز کنیم از ما چک گرفتن، چک های با قیمت های بالا که اگه پرواز نکنین این چک ها رو ما نقد میکنیم. اینا گفتن آقا این هواپیما خطرناکه، گفتن با اینا باید پرواز کنیم. حالا دیدن گند این جریان در اومده، ده ها شاهد، ده ها خلبان، نمیدونم جریانات دیگه، کمیسیون عمران مجلس اومدن زدن از پایه زیرش، گفتن اصلا هم چیزی صحت نداره، هیچ کس هم چی کاری نکرده. خب راحت دیگه، تکذیب، قشنگ تکذیب. میگه که وزیر کار و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز چهارشنبه برای بررسی علل سقوط هواپیمای آسمان به کمیسیون عمران مجلس دعوت شده بودند. آقای ربیعی در این نشست حضور پیدا نکرد. شرکت هواپیمای آسمان به مدیریت حسین علایی زیر نظر صندوق بازنشستگی کل کشور است که متعلق به وزارت کار است. خب آقای ربیعی باید بیاد چی بگه؟ میگه کار داشتم نیومدم، حرفایی هم که اینا میزنن قبول ندارن. اینا که تو اون طویل مجلسن اینا قبول ندارن چون میدونن اونا باسمه این، اگرم حرفی بزنن یه برنامه پشتشه، یا زد و بنده یا سر پوله، نمیدونم. حالا شما نگاه کنید در هر زمینه شما اشکال صنفی دارین، میخوایم برین توی خیابون صنف فرض کنید مثلا چه میدونم آهنگر، میگین آقا آهنگ گرون شده ما با این قیمت چجوری کار انجام بدیم، اصلا کسی به ما کار نمیده، میگن چی کار باید بکنیم، روزنامه ها که نمی نویسن، مجبورین یا برین جلوی کاخ ریاست جمهوری یا جلوی اون طویله مجلس یا نمیدونم جلوی دادگستری، یه جا برین دیگه، میرین میریزن شما رو میگیرن، میگن مخل نظم و آرامش بودین و بر علیه نظام فعالیت میکردین و خرپولای منطقه و استکبار جهانی پشت سر شما بود. شما بگید آقا ما سندیکای شرکت واحد هستیم، اصلا به اینا ارتباط نداره، ما حقوقمون خواهد، همینطور معلمین، همینطور کارگران، همینطور. این شده بساط آخوندی در میان ما. اما یه هیئت هفت نفره فرانسوی اومده به ایران برای بررسی علل سقوط هواپیمای آسمان. اما این جالبه، بعد از این سبوییتی که اینا در برابر این دراویش گناوادی از خودشون نشون دادن که تو شما تو فیلم ها میبینید تیراندازی میکنن طرف مردم، این حیوانات
بسیجی رو با موتور میفرستن تو مردم، اینا میزنن مردم میندازن با قمه و چاقو. دیدین که چندین نفر، حدود 100 خورده ای نفر از این دراویش رو به قدری بدجوری زدن که اینا اصلا نمیتونن راه برن دیگه، پاهاشون رو شکستن، حتی چند تا از زناشون رو گرفتن، پاهای زنا رو و دستاشون رو شکستن. خب حالا آقای رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان، یعنی آقای حسن روحانی، خب از اون غیر از این انتظاری، گوش کنین چی گفته. حسن روحانی در واکنش به این درگیری ها از مدارای حد اکثری نیروهای عملیاتی تشکر کرده. در مجلس شورای اسلامی نیز برخی نمایندگان با انتقاد از دولت خواستار برخورد شدیدتر با دراویش و استعفای وزیر کشور شده. آرتیست وزیری میبینین. حسن روحانی در این جلسه، یا جلسه گذاشتن بررسی، کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی و 2 بسیجی لباس شخصی را به بازماندگان آنها تسلیت گفت. کشته شدگان شهید لقب گرفتند. رئیس جمهور ایران در عین حال مدیریت سنجیده و مدارای حد اکثری نیروهای امنیتی در اجرای عملیات علیه دراویش معترض قدردانی کرد. و این در حالی است که دراویش نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها را به خشونت، تیراندازی و تخریب خودروها و خانه ها در خیابان گلستان هفتم متهم کرده. روحانی همچنین هشدار داده که برخورد خشونت آمیز با نیروهای پلیس یا اهانت به آنها به هیچ وجه تحمل نخواهد شد. اینم آقای رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان و مقام معظم. غیر از این انتظاره کسی که در اوایل انقلاب میاد میگه آقا این ارتشی ها آدم های خائنی هم باید بیاریم اینجا تو نماز جمعه دار بزنیم، یا کسی که در مقام رئیس شورای امنیت ملی میگه آقا نسل این کسانی که در دانشگاه تظاهر میکنن باید برداشت تا مورد توجه دیگران قرار بگیره، مورد عبرت دیگران قرار بگیره. شما از این توقع داریم بیاد اینجا بگی که آقا این وسط یه عده اومدن یه به اصطلاح خواسته های حد اقلی داشتن، شما با حد اکثر نیرو سرکوبشون کردید. این جالبه. میگم که اصلا در حالی که پلیس تهران اعلام کرد که فراخان برای تجمع دوباره در خیابان پاسداران تهران را در نطفه خفه کرده، حسن روحانی، خب گفتم براتون که چیکار. بعد این جالبه که من میخواستم این خبر رو به آگاهیتون برسونم، اجازه بدید این سفر رو بیارم. بله، در حالی که قطب دراویش گنابادی هواداران خود را به آرامش توصیه کرده، سخنان مقامات جمهوری اسلامی علیه دراویش ادامه دارد. و در همین حال رئیس پلیس تهران گفت که ما می توانستیم منزل مورد نظر را با RPG بزنیم اما با اقتدار و درایت رفتار کرد. می دونی اون منزل مورد نظر شده؟ یه پیرمردی به اسم آقای تابنده تو اونجاست، میگه ما می توانستیم اون خونه رو با RPG بزنیم ولی ما با درایت رفتار کردیم، رحم کردیم. بعد آقای روحانی از اینا تشکر میکنه، سبوییت رو میبینی، میگه با RPG ما میتونستیم بزنیم ولی نزدیم. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن رحیمی رئیس پلیس تهران شامگاه چهارشنبه 2 اسفند در یک برنامه تلویزیونی گفت نیروی انتظامی مقتدرانه خیابان پاسداران را از آشوبگران و اراذل پاکسازی کرد. این فلش‌های اراذلی که اینا میزنن به این طرف بعد طرف خودشون برگرده. از جمله محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور مدعی شد که درگیری‌های رخ داده در روزهای گذشته قطعاً ریشه در خارج از کشور دارن، گوش کن، و در این خصوص علائم و نشانه هایی هم دست آوردیم. فردا پس فردا چند نفر میرن تلویزیون اینا میگن بله ما این دراویش قبل از اینکه بیان تو خیابون
با نمایندگان موساد در مرز نمیدونم فلانجا ملاقات کردن و موساد به ما گفت آقا برید تظاهرات کنید. بله جمهوری اسلامی آخوندن دیگه. اینا 1400 سال از وقایع کربلا یه داستانی درست کردن دارن نون میخورن. خمینی هم گفت اگر روزه نباشه، اگه این گریه ها نباشه، اسلام به خطر میاد. اسلام به خطر نمیفته چون 1 میلیارد خورده سنی هستن، نه به کربلا اعتقاد دارن نه به روزه. بفرمایید که اگر گریه نباشه و روزه خانی نباشه، شیعه آخونده در خطره. اینی میخواست بگه. بعدم گفتم براتون گوش کنید، کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از دیدن فیلم داخل زندان از کاووس سید امامی میگوید تردیدی در خودکشی او بدون دخالت هیچ عنصر دیگری وجود ندارد. من یادتونه اینا گفتن یک کمیسیون چند نفره تشکیل شده، اینا قراره برن در زندان ها بازدید کنن. اینا گفتن ما بوده 3000 نفر گرفتیم در اون وقایع چند وقت قبل که در 100 شهر مردم قیام کردن. بعد گفتن 600 نفر. بعد گفتن در زندان اوین چند نفر خودکشی کردن، یا زندان های دیگه هم همینطور. این کمیسیون مجلس رفت به اوین، بعدم توشون زد و نقیص گویی شروع شد. یکیشون گفت آقا 6 نفر رو قرار بود به ما نشون بدن که 2 نفرشون رو کنار کشیدن، 4 تاشون رو ما رفتیم باشون صحبت کردیم. این 4 تا هم که باشون صحبت کردیم اینقدر مأمور رو نمیدونم بازجو اینا بودن که اینا نمیتونستن حرف بزنن به شما. اینا رو خودشون گفتن، منم آوردم توی برنامه خوندم. خب فیلمایی هم که نشون دادن ما چیزی ندیدیم توش که نشون بده نمیدونم. حالا میگن که الان با دقتی که نمایندگان طویله مجلس کردن مولا درزش نمیره، بدون هیچ نوع حرفی، بدون دخالت هیچ عنصر دیگری این خودکشی انجام شده. بله هیچ انتظار دیگه هم غیر از این نبوده. بعدم آقای عراقچی معاون وزارت امور خارجه، یعنی معاون آقای ظریف، آمده لندن با بی بی سی مصاحبه کرد. در این مصاحبه عقب نشینی رو ببینید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه 3 اسفند ماه منتشر شد، ضمن پیچیده خواندن وضعیت کنونی سوریه چنین نظر داد که ایران برای جنگ با تروریست در این کشور حضور دارد. به گفته عراقچی در مصاحبه با شبکه جهانی بی بی سی، هدف از حضور ایران در سوریه جنگ با تروریسم است، نه ایجاد جبهه جدید علیه اسرائیل. خب شماها دائم این سرداران مقواییتون، از جمله سردار فیلد مارشال قاسم سلیمانی، بعدم این مردک بی سواد محسن رضایی، همین هفته پیش میگفت اسرائیل رو برای همیشه باید محو کنیم. خب الان شما رفتید کنار مرزهای اسرائیل تو سوریه، چه جنایتی تو سوریه شما و روسا را انداختید؟ کشتارهای وحشتناک دبیرکل سازمان ملل گفته یک جهنم واقعی در اونجا به وجود اومده. این مردم بیچاره رو زیر بمباران گرفتید، بعدم عوامل جمهوری اسلامی درست اومدن کنار مرزا دارن جاسوسی میکنن کنار مرزهای اسرائیل. خب اونا ساکت نمیمونن، اونا منتظر اسرائیلی ها منتظر بهانن تا برای همیشه پرونده جمهوری اسلامی رو در سوریه ببندن. خب شما که بیشتر از همه امکان میدید این حرفا بشه، هی میریم میگیم آقا ما اونا رو میخوایم نابود کنیم، حالا میگیم که قصد ما از حضور در سوریه مبارزه با داعشی هاست نه با اسرائیل، حالا که دیدیم اونا محکم گرفتن. اجازه بدید بریم چند تا آگهی ببینیم
و بعد برمیگردیم من با آقای حسین حجازی صحبت میکنم. خب همینان گرامی، همونطور که وعده کردم گفتگو میکنم با دوست گرامی آقای حسین حجازی در مورد مسائل خارجی آمریکا و اروپا و جای دیگه. آقای حجازی درود بر شما. درود بر شما و بینندگان خوب شما. عرض کنم حضورتون که با فرصت کوتاهی که هست من فهرستوار راجع به دو سه مسئله ای که مطرح بوده طی هفته گذشته در امریکا به خصوص توضیحاتی خواهم داد. یکی مسئله این تیراندازی است که با یک دانش آموز دیوانه با خرید سلاح‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک 17 نفر رو کشت و داستان ادامه داره تا همین امروز و این بار واقعا سر و صدایی که شده بی سابقه بوده. مسئله دیگه و اظهار نظرهایی که در این مورد شده و دیروز هم یک جلسه بود که چند هزار نفر شرکت کرده بودن در یک سالن فوق‌العاده بزرگ در یکی از شهرهای فلوریدا و چند نفر از به اصطلاح سیاستمداران و افراد شرکت کرده بودن، اون هم توضیح خواهم داد. و یکی هم راجع به اقدامی که آقای مولر کرد هفته گذشته. این سه موضوع را اگه فرصتی باشه اشاره خواهم کرد. بله بفهم. شروع میکنم از اقدام آقای مولر یا آقای مولر. ایشون هفته پیش 13 نفر رو 13 نفر تبعه روسیه رو که به اتهام استفاده از راه‌های مخالف برای دخالت در جریان مبارزات انتخاباتی 2016 با ارائه مدارک بسیار مهم و محکمه پسند مطرح کرد و اینها رو متهم کرده، تحت نظر هستند. این افراد از طریق فضای مجازی و از طریق رسانه‌ها و از هر طریقی که تونستن سعی کردن که جهت انتخابات رو تغییر بدن، موضوعی که هنوز ادامه داره بحثش. و اقداماتی که شده، عکس العمل هایی که در این رابطه پیش آمده، یکی عکس العمل کاخ سفید و شخص پرزیدنت ترامپ هست در این مورد که ایشون اشاره رو برده، انگشت اشاره رو به طرف اوباما و اینکه او در این سالها از 2014 به بعد رئیس جمهور بوده و اقدامی نکرده و او باید اقدامی میکرده. نظری که جنرال مکمستر در واقع مشاور امنیتی کاخ سفید مطرح کرد و گفت که این مدارکی که آقای مولر ارائه داده در دید همگان هست و مثل روز روشنه که روسیه در انتخابات گذشته امریکا دخالت کرده و هنوز دخالتاش ادامه داره و در انتخابات میان دوره‌ای امریکا هم که چند ماه دیگه صورت خواهد گرفت قصد دخالت داره و خرابکاری. که این حرف آقای مکمستر عکس العمل شدید از طرف آقای رئیس جمهور داشت، آقای ترامپ، و ایشون گفتن که عجیبه که آقای مکمستر اشاره ای نکرده به کارهایی که هیلری حق باز و دقل، اون اصطلاحی که به کار میبره، واژه‌ای که به کار میبره در مورد هیلری کلینتون، این کار رو نکرده و اشاره ای نکرده به اون مسئله. به دنبال این صحبتی که آقای مکمستر کرده، جنرال سه ستاره، گفته میشه شایعاتی هست که ممکنه او رو برکنار بکنن از پستی که داره و برگرده به ارتش و با ارتقاء درجه، یعنی 4 ستاره بشه. اینها مسئله‌ای که مطرح شده. عکس العملی رو که مجلس ایالتی فلوریدا در تالاهاسی انجام داد فوق‌العاده بازتاب و عکس العمل‌های شدید از طرف جمع کثیری از کسانی که گفته میشه بین 70-80% مردم امریکا رو تشکیل میدن و با این آزادی بی‌بندوبار اسلحه مخالفن و با تمام این
اکثریتی که دارن هنوز حریف نشدن که با NRA این اتحادیه ملی اسلحه که قدرت زیادی از نظر مالی داره و نفوذ زیادی در مجالس ایالتی و مجلس سنا و مجلس نمایندگان در واشنگتن داره حریف نشدن و علارغم اتفاقاتی که در مدارس و در جاهای دیگه اتفاق افتاده به کرات طی چند سال گذشته و جان چندین و چند نفر افراد بیگناه فدا شده به این خاطر، هنوز هیچ امیدی نیست. منتها این بار گفته میشه که به قول عوام گفتنی این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست و این به اصطلاح اقداماتی رو که دانش آموزان جوان دارن انجام میدن که خود اون هم با عکس العمل هایی از طرف طرفداران حمله اصله پیش آمده که اینها جوانن، نادانن و نمیدونن چی میگن، که فوق العاده برخورنده بوده به این جوانانی که اکثرا وقتی صحبت میکنن واقعا نشون میدن که تا چه حد پخته و فهمیده و آقای حجازی یه لحظه امیر خواهش میکنم، صدا خیلی اینجا میاد. بله ببخشید. خواهش میکنم. و در این مجلس ایالتی فلوریدا در تالاهاسی دو موضوع مورد بحث بود که نمایندگان اکثریت که اکثرا جمهوری خواه هستند 71 رأی دادن همگی از طرف جمهوری خواهان بر علیه هر گونه محدودیتی روی حمل اسلحه در مقابل 17 رأی موافق که جنجال زیادی رو به پا کرده. و یک مسئله دیگه‌ای که در مجلس ایالتی مطرح بود و مدت طولانی راجعش بحث شد مسئله فیلم های سکسی و پورنو بود که خود همین هم مسخرگی رو به وجود آورده که اینها بیشتر اهمیت میدن به این گونه مسائل حاشیه‌ای تا به مسئله مهمی که واقعا باید جان عده زیادی رو نجات بده. دیشب در یکی از شهرهای فلوریدا یک جلسه پرشور و فوق‌العاده غم‌انگیز، فوق‌العاده اسفناک از طرف دانش آموزا، پدران کسانی که پدران و رفقای کسانی که یعنی اون 17 نفری که در این حادثه از بین رفته بودن جانشون رو از دست داده بودن و 3 نفر شرکت داشتن، 2 نفر از دولت مردان ایالت و آقای مارکو روبیو که سناتور ایالت فلوریداست که از این نظر که میدونست که با مخالفت‌های شدید و احتمالاً خو شدن ممکنه روبرو بشه در واقع آمد تو این جلسه و تحسین شد و تحسین کردن که این شهامت رو به خرج زده، آمد و نظراتش رو که چندین بار البته صحبتاش قطع میشد که بعد گرداننده جلسه اعتراض کرد که وقت جلسه رو دارید با این کار میگیرید و اینجا ما برای بحث آزاد آمدیم، ایشون حق داره نظرشو مطرح بکنه. نظرات که مطرح کرد یکی در مورد اظهار نظر آقای ترامپ بود که آقای ترامپ گفته که یکی از راه‌های جلوگیری از این حوادث مسلح کردن معلمین هست، آموزگاران هست، که خود این عکس العمل شدید به وجود آورده که آموزگار نباید مسلح باشه و نقشش پاسداری نیست و خود این ممکنه که فجایع بیشتری رو باعث بشه و یک حرکت نامعقول یک دانش آموز در یک کلاس درس ممکنه باعث بشه که معلم مشکوک بشه و اسلحه بکشه و بزنه اون رو بکشه و این گونه اظهار نظرها که ادامه داره. به هر حال در جلسه پرشور دیشب صحبت‌های زیادی شد. آقای مارکو روبیو با این نظر آقای دونالد ترامپ مخالفت کرد، عده زیادی هم همینطور معلمین گفتن که ما وظیفه‌مون تدریس هست و نه شرکت در این مسائل. آقای دونالد ترامپ ضمناً با چند نفر از بازماندگان کسانی که قربانی این حادثه بودن ملاقات کرد و در این جلسه اشاره کرد به همین اظهار نظری که عرض کردم در مورد مسلح کردن آموزگاران و همچنین اثری که بازی‌های خشن کامپیوتری و فیلم‌های
خشن و پر از کشت و کشتار داره روی جوانان. در مصاحبه هایی که با جوانان میشه و اینا کسانی هستن که سالیان سال با این بازی ها آشنایی دارن و بازی میکنن به طور روزمره، این نظر رد شد که این گونه بازی ها ممکنه واقعا مؤثر باشه توی خشونت ها و آدم کشی ها. به هر حال این مسائلی بود که خیلی مهم بود و مطرح کردن. الان صحبت آقای دونالد ترامپ با نرمشی که نشون داده، گفته که حاضر هست بشنوه که اقداماتی در این زمینه بشه، و موضوع دیگه ای رو که مطرح میکنه آقای دونالد ترامپ این هست که این افرادی رو که سابقه امراض روانی دارن باید منع کرد از خرید اسلحه، و همچنین سن قانونی 18 سال برای خرید اسلحه رو به 21 سال افزایش داد که NRA یا همون اتحادیه ملی اسلحه به شدت مخالفت میکنه با این کار، و رئیس این نهاد آقای وین لپیر سخنرانی کرد در جلسه ای و هر گونه محدودیتی رو برای سلاح‌های مختلف به سلام محکوم کرد، و حرفش اینه که یک فرد خوب صالح مسلح میتونه یک فرد مسلح غیر صالح رو از بین ببره، و این بهترین راه هست برای جلوگیری از این خشونت ها. این یکی از استدلالایی است که من قضاوتش رو میذارم به عهده بینندگان عزیز. و مسائل دیگری که در این موضوع مطرح شده، از قرار معلوم در همین جلسه که عرض کردم دیروز برگزار شد، در مورد جلوگیری از این سلاح‌های فروش سلاح‌های اتوماتیک بحث به میون آمد، و آقای مارکو روبیو مطرح کرد که بیش از 209 اسلحه اتوماتیک یا سلاح‌هایی که میشه با افزودن یک ابزاری به اون رو به اتوماتیک تبدیل کرد، یعنی مسلسل به اسم بامپ استاک. آقای حجازی، یعنی مسلسل دیگه این اتوماتیک؟ بله دقیقاً مسلسله، یعنی بله. با اضافه کردن یه وسیله به یکی از این سلاح‌های نیمه اتوماتیک که خود اونها هم اتوماتیکه منتها نه به صورت مسلسل، اون هم دقیقاً همون صحبتش که کردید، یعنی اینا میشه مسلسل. بله. و این جریان جلوگیری از اینا هم حتی اناره مخالفت میکنه، میگه اینا باید فروش بره. بعد 209 از این سلاح‌ها توی بازار هست در این بازار آزادایی رو که میگذارن، به اصطلاح گان شو بهش میگن، نمایشگاه تفنگ، که به صورت جسته گریخته در بسیاری از ایالات امریکا مرتب صورت میگیره. عده ای از فروشندگان مجاز و غیر مجاز میتونن این تفنگا رو بفروشن بدون اینکه اصلا به سابقه اون افراد فردی که میاد تفنگ رو میخره توجهی بکنن. یکی دیگه از صحبتایی که شده اینه که سابقه افراد کنترل بشه. یکی از صحبتایی که مارکو روبیو کرد و به نظر بسیاری منطقی آمد و من هم با اونها موافقم، این هست که آقای مارکو روبیو میگه که در بازار باید جلوی بیش از 2000 از این سلاح‌ها به طور آزاد دست به دست میشه و فروش میره، و کسانی که دنبال جنایت هستن به راحتی میتونن برن از طریق بازار سیاه این سلاح‌ها رو تهیه بکنن. باید فکری به حال اونها بشه. به هر حال راه طولانی در پیشه، ولی این تظاهراتی رو که جوانای تینیجر انجام دادن بی سابقه بوده در امریکا، ادامه داره و دارن این رو میخوان ادامه بدن، و در واقع یه فکری به حالش بکنن که تا به حال هر بار این گونه یه مدتی مطرح بوده و بعدم کمرنگ شده و کنار رفته. باید دید که کار به کجا میانجامه. ضمناً آقای دونالد ترامپ با آقای جف سشن وزیر دادگستریش هم که از مدت ها قبل اختلاف نظر پیدا کرده، با عصبانیت اظهار نظر کرده در مورد عدم اقدام او بر علیه هیلری دغل و اینکه کارهای غیرقانونی رو که هیلری کلینتون کرده و او رو
در این مورد مذمت کرده. آقای مولر هم داره تحقیقاتشو در مورد کسانی که مشکوک هستن به اقداماتی در انتخابات گذشته و از جمله در رأس اونها جرد کوشنر داماد آقای دونالد ترامپ که الان میتونه تمام اسناد محرمانه امریکا رو قبل از اینکه این اجازه رو داشته باشه دسترسی داره و خود این اعتراض دی رو برانگیخته و آقای مولر از ایشون خواسته که بره و پاسخ بده به سوالات آقای مولر که این هم بحث روس هست و آقای بنن هم که از نزدیکان آقای ترامپ بود و بعدن مورد غضب قرار گرفته به خاطر اقداماتی که کرده در سوال و جوابهایی که از او کردن سکوت کرده و حاضر نشده جواب بده به سوالات، اون هم دوباره مطرحه و گفته میشه که علی رغم اظهاراتی که شده از طرف مقامات FBI و غیره که گفتن که در واقع تا اینجا هیچ گونه زد و بند و در واقع قراری بین اطرافیان آقای ترامپ با نمایندگان روسیه نشده که در واقع out of context میگن، جمله ای رو از بین صحبت هایی که ایشون مطرح کردن که صاحب نظران و تحلیلگران میگوین نه این داستان به این صورت ادامه پیدا خواهد کرد. آقای اجازی متاسفانه وقت ما به پایان رسیده، سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون، روز و روزگار به شما. قربان شما. خب عمیانان گرامی، سپاسگزار از شما که به این برنامه توجه کردید و از امیر شهرتی معذرت از این که صدا همچنان مانع از این بود که من بتونم خوب صحبت بکنم و شما به وضوح این صدا رو توی خارج از استودیو میشنیدید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.